بعد از کنار رفتن دولت اخوان المسلمینی محمد مرسی از قدرت در مصر، رفتار این کشور کمی معتدل تر شده است. بر همین اساس کنفرانسی در مصر به نام آنچه مقابله با افراط گرایی عنوان شده برگزار خواهد شد. ابراهیم نجم، مشاور مفتی اعظم مصر و رئیس مرکز صلح مبارزه با افراط‌گرایی، در سخنانی اظهار کرد که اولین کنفرانس جهانی مرکز صلح با هدف بررسی موضوع افراط‌گرایی توسط دارالافتای مصر در روزهای 7 تا 9 ژوئن آینده برگزار خواهد شد. وی افزود اولین کنفرانس با حمایت مصطفی مدبولی نخست وزیر مصر و با حضور جمعی از مسئولان، محققان، متخصصان و دانشگاهیان از 42 کشور جهان برگزار خواهد شد. گفتنی است علمای اهل تسنن سالانه هزینه های هنگفتی را صرف برگزاری چنین کنفرانس ها و همایش هایی در قطر و مصر و دیگر کشورها می کنند تا شاید بتوانند خود را از افراطگرایی، نفرت انگیزی، تشویق به خشونت و 14 قرن نسل کشی شیعیان تبرئه کنند. این در حالی است که شعار دادن در این کنفرانس ها و همایش ها تا کنون چیزی از حجم بالای روایات جعلی نفرت آمیز و مشوق خشونت در متون مهمترین کتاب های اهل تسنن نکاسته است. تعجب آور این که برگزار کننده کنفرانس مقابله با افراطگرایی دارالافتای مصر است، مرکزی که حاضر نیست با صدور فتوای حرام بودن کشتن شیعیان مانع 14 قرن نسل کشی شیعه توسط پیروانش شود. همچنین این کنفرانس های شعاری افراطگرایی سنی های تند رو در افغانستان و پاکستان و دیگر کشورها را نه تنها تعدیل نکرده، بلکه این گروه های تروریستی با اتکا به محتوای روایات جعلی مشوق خشونت کتب اهل تسنن و برگزار کنندگان همین کنفرانس ها سالانه صدها هزار انسان بیگناه را ذبح می کنند یا در انفجارهای انتحاری و تروریستی به قتل می رسانند. فاطمه موسوی، اخبار شیعه.